یکی از هیجان انگیزترین اتفاقات تاریخ هوانوردی جهان ماجرای چطور سر پا نگه داشتن F-14 های ایران در اتفاقات جنگ یا حتی پس از جنگ. ایران قبل از انقلاب موفق شد یکی از بهترین هواپیماهای جهان در زمان خودش رو خریداری بکنه. هواپیمایی که فقط در اختیار آمریکایی‌ها بود و به هیچ جا نمیداد، فقط راضی شد به ایران بده. این هواپیما تکنولوژی خیلی بالایی داشت در اون زمان و بهترین خودش بود و قرار بود با میگ‌های روسی رقابت بکنه. زمانی که ژنرال طوفانیان و شاه این هواپیما رو خریدن، تعداد زیادی از قطعات اون رو هم از شرکت گرومن گرفتن و به تهران منتقل کردن. اما با گذر زمان و پرواز این هواپیماها، کم کم این قطعاتی که خریداری شده بود تموم شد، مصرف شد یا تاریخ انقضاش گذشت و حالا ایران که در بحبوحه جنگ با عراق بود، به این فکر افتاد که این هواپیما دیگه قطعات یدکی ندارن و یکی پس از دیگری غیر قابل سرویس میشن و از چرخه خدمت خارج میشن. میدونیم که هواپیماها نقش خیلی زیادی در پیروزی هر کشوری داشتن و کشوری که نیروی هوایی قوی نداشت قطعا نمیتونست پیروز جنگ باشه. حالا ایرانی ها به جز جنگی که با عراق داشتن باید وارد یک جنگ جدید هم میشدن. قاچاقچی ها و جاسوس های ایرانی باید میتونستن قطعات هواپیمای F-14 آمریکایی رو از آمریکا بدون اینکه متوجه بشه به ایران منتقل کنن و بتونن این هواپیماها رو سر پا نگه دارن. توی این ویدیو قراره یکی از عجیب ترین ماجراهای تاریخ هوانوردی رو براتون بازگو کنم. سلام، من الیاس فرخم، اینجا پرشین ترنده و با یک ویدیو جذاب دیگه در خدمتتون هستم. تامکت‌های ما که قبل از انقلاب خریداری شده بودند، در زمان جنگ ایران و عراق نقش خیلی کلیدی در برتری هوایی و حفظ مرزهای ایران داشتند. اما برای عملیاتی نگه داشتن اونها، چندین سال جنگ اطلاعاتی و تجاری گسترده و مداوم بین ایران و آمریکا برقرار بود. منبع گفته‌های من مقاله آقای استفن وی، نویسنده و خبرنگار آمریکاییه. ایشون گفته اگرچه شرکت گرومن به عنوان سازنده F-14 تامکت صدها ساعت آموزش تعمیر و نگهداری رو به خدمه ایرانی ارائه کرده بود، اما بعضی از اطلاعات مهم اون رو مخفی نگه داشته بود. یکی از خلبانای ایرانی این موضوع رو اینجوری انتقال داده که آمریکایی‌ها به کادر فنی ما نکات حساسی در مورد تجهیزات الکترونیکی تامکت‌ها رو آموزش نمی‌دادن و به هیچ عنوان به ایرانی‌ها اجازه نمی‌دادن که به تنهایی به قطعات این هواپیما دست بزنن. اما بعد از انقلاب تعداد زیادی از مستشارهای آمریکایی از ایران رفته بودند. حتی بعضی از این تکنسین‌های آمریکایی هنگام خروج از ایران، بعضی از قطعات موشک‌های فونیکس رو با خودشون برده بودند و این موشک‌ها دیگه قابل استفاده نبودند. اما چند روز بعد از حمله صدام به ایران، تامکت‌های ایرانی دوباره آسمان ایران رو به دست گرفته بودند. اما چطور این اتفاق ممکن بود؟ نگهداری F-14 اورجینال آمریکا کار خیلی سختی بود. آقای کوپر که یکی از نویسنده‌ها و تاریخ‌نگارهای جنگ و تاریخ هوانوردی دنیاست، تخمین زده که هر ساعت پرواز این هواپیما در آسمان به حداقل 40 ساعت تعمیر و نگهداری خدمه روی زمین احتیاج داره. تقریباً همه چیز توی این هواپیما نیاز به تعویض مداوم داره. عملگرهای مکانیکی برای بالها، لوازم الکترونیکی برای رادار، گریس برای تفنگ و قطعات یدکی برای چرخا. بدتر از همه موتورهای توربوفن دوقلوی پرت اند ویتنی TFC بودند که منبع حوادث مکرر توی این نوع هواپیما می شدن. این موتورها برای بمب‌افکن F-111 طراحی شده بودند و برای مانور آکروباتیک هوایی یک جت جنگنده مناسب نبودند. در آمریکا بیش از 40 هواپیمای آمریکایی به دلیل مشکل موتور از بین رفتند.
جان لمن وزیر سابق نیروی دریایی ایالات متحده در کنگره آمریکا گفت TFC یک موتور وحشتناکه و اونها خوشحال بودن که این موتور روی F-14 های ایرانی هم نصبه. البته در قراردادی که طوفانیان با شرکت گرومن بسته بود این نکته قید شده بود که حتما موتورهای جدید مخصوص خود F-14 ها طراحی بشه، اما بعد از انقلاب هرگز این اتفاق نیفتاد و روابط ایران و آمریکا به طور کامل قطع شد. کمبود لوازم یدکی منجر به زمینگیر شدن تعداد زیادی از هواپیماهای ایرانی شد. یکی از خلبانهای ایرانی گفته بود در طول جنگ ما سعی می‌کردیم 60 فروند F-14 را در شرایط عملیاتی نگه داریم. در ابتدای جنگ کم و بیش موفق شده بودیم، اما کم کم به طور متوسط معمولاً بین 40 تا 45 تامکت رو میتونستیم آماده نگه داریم. با طولانی شدن جنگ و فرسایشی شدن اون این نیاز شدیدتر هم شد. کم کم شرایط به این شکل پیش رفت که ایرانیا هواپیماهای خودشون رو مصرف می‌کردن. مثلا قطعات درست یک هواپیما رو برمی‌داشتن و روی یک هواپیمای دیگه‌ای که اون قطعات رو کم داشت می‌ذاشتن. اینجوری هواپیماهای ناقص بیشتر می‌شدن و هواپیماهای کاملمون تعدادشون روز به روز کمتر می‌شد. تا اینکه در سال 1360 ایران جهاد خودکفایی رو اعلام کرد و مهندسان و تکنسین‌های ایرانی برای ساخت قطعات ساده‌تر مثل دیسک ترمز، لاستیک و قطعاتی از این شکل رو به کار گرفت. اما F-14 ها همچنان به قطعات پیچیده کامپیوتری و الکترونیکی احتیاج داشتند که ایرانی‌ها نمی‌تونستن به راحتی اون رو جایگزین کنن. برای اون قسمت‌ها تنها جایی که می‌شد مراجعه کرد آمریکا بود. خوشبختانه برای ایران بازار قطعات هواپیمایی نظامی در آمریکا به شکل شگفت انگیزی بدون نظارت بود و از شانس خوب ایران این موضوع در مورد قطعات F-14 هم صادق بود و این در حالی بود که هواپیمای F-14 فقط توسط نیروی دریایی ایالات متحده و نیروی هوایی ایران استفاده می شد. با وجود اینکه این دو مشتری بالقوه F-14 ها دشمنهای قسم خورده هم بودند، یک تجارت پرسود شکل گرفته بود و اگرچه ایالات متحده این هواپیما رو در سال 2006 بازنشسته کرد، اما 50 سال نیروی هوایی ایران همچنان F-14 رو سر پا نگه داشته. یکی از اولین تامین کننده های نیروی هوایی ایران در اوایل دهه 1980 دلالای اسلحه اسرائیلی بودند که تونستن قطعات F-14 رو از دلالای آمریکایی بخرن و به ایرانیا بفروشن. من تو سری ویدیوهای H3 از نقش اسرائیل توی جنگ ایران و عراق صحبت کردم و بهتون پیشنهاد میکنم اگر اون ویدیوها رو ندیدید لینکش رو که اینجا میذارم حتما برید ببینید. فکر میکنم موضوعات جذابی براتون اونجا گفته شده. اسرائیلی‌ها قطعات F-14 رو از آمریکایی‌ها می‌خریدن و با قیمت بالایی به مشتری‌های ایرانی می‌فروختن. البته این کانال تامین قطعات هم بعد از شدت گرفتن درگیری‌ها بین حزب الله لبنان و اسرائیل بسته شد. یکی دیگه از راه‌هایی که ایرانی‌ها می‌تونستن قطعات F-14 رو تهیه بکنن خود دولت رونالد ریگان بود. این ماجرا که به رسواری ایران کنترا معروف شد به ماجرای مکفارلین برمیگرده. در سال 1981 رونالد ریگان مذاکرات مخفیانه ای رو با ایران آغاز کرده بود و پیشنهاد داده بود به جای چند گروگان آمریکایی که توسط حزب الله لبنان به اسارت گرفته شدن به ایران سلاح بفروشه. سال 1987 ریگان در تلویزیون ملی آمریکا ظاهر شد و اعتراف کرد که بارها اجازه فروش اسلحه به ایران رو در ازای دریافت پول نقد یا آزادی گروگان‌ها داد. بعضی از این فروش تسلیحات شامل قطعات F-14 هم بود. بعد از این رسوایی ایالات متحده به طور مستقیم قطعات ایران رو هیچ وقت تامین نکرد، اما در تامین امنیت لوازم یدکی که برای نیروی دریایی تولید میکرد هم خیلی خوب عمل نمیکرد. در واقع برای مدت طولانی مسئولیت اعمال تحریم قطعات هواپیما عمدتا بر عهده دو نفر بود که با ابتکار عمل شخصی خودشون در یک دفتر فدرال در سان دیگو فعالیت میکردند. اسم اونها دیوید پینچنتی و وندی دوراته بود. دیوید مأموریت اجرای قانون رو به عنوان یک ناظر با سرویس تحقیقات جنایی وزارت دفاع آغاز کرده بود و با پیمانکارهای نظامی فاسدی که از آمریکایی‌ها کلاهبرداری می‌کردن مبارزه می‌کرد. بعد از چند پرونده موفقیت‌آمیز در زمینه رشوه و تقلب در مناقصه در اواخر دهه 1990 مسئولیت متلاشی کردن قاچاقچیان رو به دست آورد. دوراتم یک مأمور گمرک ایالات متحده بود که به همراه دیوید یک گروه ضربت رو تشکیل داده بودند. اولین موردی که توجه دیوید رو جلب کرد رویکرد احمقانه ارتش آمریکا برای خلاص شدن از وسایل مازاد بود.
بیشتر قطعات از طریق مزایده‌های عمومی که توسط یک آژانس فدرال گمنام به اسم خدمات باز استفاده و بازیابی دفاعی فروخته می‌شد. نیروی دریایی تمام این قطعات گرون قیمت رو داشت و از اونجایی که دیگه با F-14 ها پرواز نمی‌کردن، اونها رو به صورت عمومی به مزایده می‌ذاشت و می‌فروخت. اما خب قطعات F-14 مگه به درد کی می‌تونه بخوره؟ تنها مشتری بالقوه اون کشور ایران بود. اولین مورد مهمی که دوراته و دیوید با اون برخورد کردن، آقای سعید همایونی بود، مهندس نفت ایرانی الاصل که در کالیفرنیا زندگی میکرد. همایونی شهروند کانادا بود و یه شغل معمولی در یک شرکت نفتی محلی داشت. اون در آپارتمانی ساده زندگی میکرد و هیچ زندگی عاشقانه یا اجتماعی آشکاری نداشت. در اوقات فراغت خودش درخواستهاش رو به دلالای قطعات هواپیما فکس میکرد و به دنبال قیمت قطعات نظامی بود. وقتی قطعات به دستش میرسیدن، آقای همایونی با اسم مستعار همیلتون اونا رو دریافت و پای برگه ها رو امضا میکرد. تحقیقات دیوید و دوراته در مورد همایونی در سال 1999 آغاز شد. این اطلاعات هم توسط یک فروشنده به اونها انتقال داده شد. بعد از بررسی‌های بیشتر، دیوید و دوراته به سروش برادر سعید همایونی که در لندن مستقر بود مشکوک شدند. پول‌ها رو بین تهران و کالیفرنیا منتقل می‌کرده. سعید همایونی که در کالیفرنیا زندگی می‌کرد، خیلی محتاطانه‌تر عمل می‌کرد و به خاطر همین تونسته بود سال‌ها این نقشه رو از چشم بازرس‌های آمریکایی مخفی کنه. دوراته و دیوید ماها شاهد این بودن که قطعات F-14 و هواپیماهای دیگه به آپارتمان سعید همایونی توسط فدکس یا UPS که شرکت‌های پستی آمریکایی بودن منتقل می‌شد. این قطعات شامل درزگیر ورودی مجرای هواپیمای F-14 یا نشانگر سوخت یا اجزای صندلی اجکتور یا حتی بخشی از سایبان کابین خلبان F-14 بود. روی این کالاها که به سعید همایونی تحویل داده می‌شد، یک هشدار رسمی فدرال هم وجود داشت. اینکه این قطعات محدودیت صادرات دارن و نمیتونن خارج از خاک آمریکا استفاده بشن. اما نکته احمقانش هم اینجاست دیگه. شما یک هواپیمای F-14 دارید که بازنشستش کردید و حالا قطعاتش رو دارید به صورت مزایده میفروشید. این قطعات به درد کی میخوره؟ خب کسی که F-14 داره. F-14 رو کی داره؟ خب ایران. ایران کیه؟ دشمن خونی شما یا دشمن بالقوه شما. پس شما وقتی دارید این قطعات رو به صورت عمومی منتشر میکنید یا میفروشید به مزایده میذارید، باید بدونید که در نهایت اینو از ایران سر در میاره. حالا یا شما خیلی حماقت بزرگی داشتید که این کار رو انجام دادید، یا نقشه این پشت وجود داشته. اینکه کدوم یکی از این دوتا مورد بوده رو شما تو کامنت ها برام بنویسید. سعید همایونی بعد از تامین قطعات، هر برچسبی که منشأ نظامی اون رو مشخص میکرد رو پاک میکرد و بعد اونا رو توی یک قفسه در انبار آپارتمانش قرار میداد. بعد از چند وقت سعید همایونی قطعات رو با استفاده از یک صندوق پستی اجاره‌ای به سنگاپور میفرستاد. این در حالی بود که اظهارنامه گمرکی جعلی ارائه میکرد و ادعا میکرد اینها قطعات کم ارزش هواپیمای غیر نظامی یا لوازم الکترونیکی مصرفی ساده هستند. بعد از رسیدن این قطعات به سنگاپور، توسط دوست دختر سنگاپوری سعید همایونی به ایران انتقال داده میشد. دیوید و دوراته بعد از 2 سال تحت نظر گرفتن سعید همایونی، اون رو در دسامبر سال 2000 دستگیر کردند. مدارک زیادی علیه اون شامل فکس‌های دوریخته شده ای بود که دوراته از سطح زباله‌اش پیدا کرده بود. سعید همایونی در زمان دستگیری 2 کمد انباری داشت که پر از قطعات هواپیما بود. سوابق بانکی اون نشون میداد که در طول یک دوره 13 ماهه بیش از 2 میلیون دلار قطعات هواپیمایی نظامی سفارش داده و توی یک حساب بانکی دیگرش 1,400,000 دلار سپرده داره. این مبلغ سود خالص سعید همایونی از این معاملات بود. آقای همایونی 2 سال رو توی زندان آمریکا میگذرونه و بعد از اون از آمریکا اخراج میشه. البته آمریکایی‌ها هیچ وقت نفهمیدن که اون واقعا جاسوس بود یا صرفاً یک دلال سودجو. سود زیادی که افراد سودجو یا آدمایی که دنبال پول بودن از این دلالی به دست می آوردن، باعث می شد افراد زیادی توجهشون به این بازار جلب بشه و هر کسی که نگران محکومیت در آمریکا نبود یا خیالش راحت بود که یه جوری فرار می کنه، می رفت و این قطعات رو از آمریکایی‌ها می خرید و یه جوری به دست ایرانی‌ها می رسوند. یکی دیگه از افرادی که توی این ویدیو بررسی می کنیم، آقای عارف دورانیه. عارف یک دلال تسلیحاتی پاکستانی به شدت باهوش بود.
اون دو بار به دلیل نقض تحریم تسلیحاتی آمریکا علیه ایران محکوم شد. عارف اولین بار در سال 1986 به دلیل فروش قطعات موشک تحت پیگیری قضایی آمریکا قرار گرفت. بعد از زندانی شدن و تبعید به مکزیک نقل مکان کرد و اونجا یک رستوران افتتاح کرد. آقای دورانی معمولا یک کت خلبانی بمب‌افکن می‌پوشید و یک عینک آفتابی خلبانی هم به چشمش می‌زد و توی رستورانش شروع به استخدام آمریکایی‌ها کرد. افرادی مثل یک افسر اطلاعاتی بازنشسته وزارت دفاع آمریکا تا زیر پوشش اونها بتونه همچنان قطعات هواپیمای آمریکایی رو خریداری کنه. برخلاف سعید همایونی که خیلی با صبر و با دقت این کار رو انجام میداد، استراتژی آقای دورانی متفاوت بود. اون یکسره در حال انجام معاملات تسلیحاتی بود. ویلیام کول، دادستان سابق ایالات متحده، دومین پرونده رو علیه دورانی به جریان انداخت. اون میرفت و قطعات F-14 آمریکایی رو از نقاط مختلف آمریکا پیدا میکرد و حدوداً 20 برابر قیمت اصلی به طرف ایرانی میفروخت. در سال 2005 عارف دورانی سرانجام دستگیر شد. البته دستگیری اون ربطی به قطعات F-14 نداشت. دولت مکزیک توی یک طرح تصمیم گرفته بود که با مهاجرایی که به شکل غیرقانونی توی این کشور هستن برخورد کنن و خیلی اتفاقی عارف دورانی هم دستگیر شد. آمریکایی‌ها که متوجه شدن این آدم توی مکزیک گرفتار شده، مقامات مکزیکی رو متقاعد کردن پروازی که قرار بود عارف دورانی رو به پاکستان ببره رو عوض کنن و اون رو به آمریکایی‌ها تحویل بدن. اون در نهایت توی آمریکا دستگیر و متهم به توطئه شد و حکم 12 سال زندان رو از دادگاه فدرال آمریکا گرفت. این فقط دو تا کیس از پرونده‌هایی بود که آمریکایی‌ها تونسته بودن جلوی دلال‌ها رو بگیرن و اونها رو دستگیر بکنن. اما افراد بزرگتری هم توی این پرونده‌ها وجود داشتن. توی قسمت بعدی میریم سراغ پرونده‌های بزرگتر و اینکه در نهایت ایرانی‌ها به چه شکلی تونستن F-14 رو همچنان توی آسمون نگه دارن. اما از همه اینها مهم‌تر، آمریکایی‌ها یک عملیات ویژه توی ایران انجام دادن که ببینن ایرانی‌ها چطور به این قطعات دست پیدا کردن. توی ویدئوی فردا مفصل راجع به این عملیات صحبت می‌کنم. فراموش نکنید این ویدیو رو لایک کنید و منتظر قسمت بعدی باشید که احتمالاً خیلی براتون هیجان انگیزه. ممنون که تا آخر این ویدیو با من همراه بودید. تا ویدئوی بعد، خدا نگهدار.